سرخط خبرها. ایران میگوید یکی از نفتکش‌هایش که صبح امروز در دریای سرخ نزدیک بندر جده آسیب دیده بود در وضعیت باثباتی قرار گرفته. بازگشت دختر نازنین زاغری به خانه. نخست وزیر بریتانیا میگوید وقتش رسیده ایران خانم زاغری را آزاد کند. سومین روز حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه. سازمان ملل میگوید تاسیسات غیر نظامی هم بمباران شده. و نگاه والدین افغان به جنسیت نوزاد، پدرهای دختر دوست در اقلیت. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. صبح امروز یک نفتکش ایرانی هدف دو حمله در دریای سرخ قرار گرفت. ایران میگوید این نفتکش نزدیک بندر جده آسیب دیده بود و در وضعیت باثباتی حالا قرار دارد و به سوی خلیج فارس به راه افتاده. به گفته شرکت ملی نفتکش ایران علت حادثه هنوز روشن نیست، هرچند دو انفجار جداگانه رخ داده که گفته شده احتمالاً بر اثر اصابت موشک بوده. مقام های مسئول همچنین گفتند کشتی ثابتی دچار آتش سوزی نشد و خدمش آسیب ندیدند. در یکی از اولین واکنش های بین المللی به این حادثه چین ابراز امیدواری کرده که همه برای حفظ ثبات و امنیت منطقه همکاری کنند. فیروزه اکبری آن گزارش می دهد. اولین تصاویری که رسانه های ایران از نفتکش ثابتی منتشر کردند، گفته شد بدنه این کشتی به دنبال حادثه ای آسیب دید و نفت به دریا نشت کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، نفتکش ثابتی در حال عبور از دریای سرخ بود که جایی در حدود 100 کیلومتری بندر جده عربستان دچار حادثه شد. شرکت ملی نفتکش ایران گفت به دنبال این حادثه مخازن 1 و 2 تانکر در سمت راست به ابعاد بین 0.5 تا 1.5 متر آسیب دید. مشخص نیست علت حادثه چه بوده. ابتدا بعضی رسانه‌های داخلی از آتش سوزی گفتند. بعد بعضی از خبرگزاری ها به نقل از مقامی که اسمش ذکر نشده بود علت حادثه را اصابت موشک احتمالاً از طرف عربستان اعلام کردند. اما شرکت ملی نفتکش بعداً این خبر را تکذیب کرد. مدیرعامل این شرکت در گفتگو با شبکه عربی زبان العالم تلویزیون ایران پاسخی متفاوت دارد. کشتی در زمان حادثه به طرف شمال در حرکت بود، اما الان مسیر رو عوض کردیم و قرار کشتی از دریای سرخ خارج بشه. به تدریج داریم آسیب‌ها رو ترمیم می‌کنیم. داریم تحقیق می‌کنیم چه اتفاقی افتاده. آقای سردشتی همینطور گفت که جلوی نشت نفت گرفته شده و به خدمه هم آسیبی نرسیده. جمهوری اسلامی ایران هم از طریق مجاری رسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از تحقیق درباره این اقدام به گفته او تخریبی گفت. حادثه در تانکر ثابتی آخرین حادثه از این دست است. حدود 4 ماه پیش به 2 نفتکش تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله شد. These unprovoked attacks present a clear threat to international peace and security. آمریکا ایران را مقصر دانست. ایران اما تکذیب کرد. کمتر از 10 روز پیش از آن، جایی بسیار دورتر از خاورمیانه، نیروی دریایی بریتانیا نفتکش ایرانی گریس 1 را به ظن حمل نفت به سوریه توقیف کرد. توقیفی که روابط مهالود بین تهران و کشورهای غربی و منطقه را تیره تر کرد. حمله به 4 نفتکش در خلیج فارس که کسی مسئولیتش را به عهده نگرفت و توقیف نفتکش بریتانیای استینا ایمپرو از طرف سپاه پاسداران هم نمونه های دیگر از حوادث دریایی ماهای اخیر است. علت این حادثه چه بوده؟ اصابت موشک، ایجاد حریق یا علتی دیگر؟ به دنبال خبر این حادثه، به گفته خبرگزاری رویترز، قیمت نفت 2% بالا رفت. اولین واکنش به حادثه در دریای سرخ، جایی که یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل نفت دنیاست و اقیانوس هند را از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه وصل می‌کند. علت حادثه فعلا مبهم است،
اما به نظر نمی رسد ماجرا در همین نقطه ختم شود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا با ما هستند. آقای حسنیاری، این اتفاق فکر میکنید که چه تأثیری میگذاره در مناسبات منطقه؟ بستگی داره به این که علت این حادثه، حالا یا آتش سوزی و به هر تقدیر این حمله چه بوده. اگر حمله موشکی صورت گرفته باشه، خب به طبع این تنش در منطقه رو وارد مرحله دیگری میکنه و قطعا بایستی روشن بشه که چه کسی این حمله رو انجام داده و حوادث دیگری که به دنبال اون خواهد اومد. منتها اون چی که در دریای سرخ گذشته، در صورتی که حمله موشکی باشه، معناش این هست که تنش در منطقه وارد مرحله جدیدی میشه. احتمالاً ایران در نهایت عربستان رو مقصر خواهد دونست، عربستان انکار خواهد کرد، همونطور که ایران انکار خواهد کرد در مورد آرامکو. ولی اون چی که مهم هست این است که این حادثه باعث خواهد شد که وضعیت انرژی در بازار جهانی دوباره دچار نوسانات بشه و در نتیجه بر قیمت تاثیر بگذاره و در نهایت نگرانی های کشورهای مختلفی رو که به نفت منطقه نیازمند هستند افزایش بده. واکنش ایران رو چطور ارزیابی میکنید به این مسئله و اصولا آیا ممکنه که این موضوع باعث نگرانی ایران بشه؟ به طبع ایران نگران هست، به خاطر اینکه اون چی که در ماهای گذشته از تابستان پیش از تابستان به این طرف در منطقه خلیج فارس صورت گرفته، حملات متعددی که به نفتکش ها انجام شد و همینطور به تأسیسات نفتی عربستان، این به طبع ایران رو در به اصطلاح مرکز این تنش ها قرار داد و این هم خب میتونه ایران رو وادار بکنه که عکس العمل نشون بده در صورتی که این حمله موشکی بوده. تا به امروز یا تا به این لحظه اون چی که ایرانی ها گفتن خیلی روشن نیست. از یک طرف همونطور که در گزارش شما اشاره شد، شرکت نفتکش ایران اعلام کرده که به نوعی رد کرده هر گونه حمله موشکی به نفتکش رو. سخنگوی وزارت خارجه ایران تلویحاً اشاره کرده به حمله تروریستی و بایستی دید که این تضادهایی که در گفتار رهبران جمهوری اسلامی و یا اینکه مقامات مختلف این کشور وجود داره در نهایت به کجا خواهد انجامید. متشکرم از شما هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا با ما. دختر 5 ساله نازنین زاغری که در تهران زندانی است به بریتانیا برگشت. نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی از 3.5 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، اتهامی که خودش رد کرده. در این مدت خانواده خانم زاغری در ایران از فرزندش نگهداری میکردند. او حالا به لندن پیش پدرش برگشته تا به مدرسه برود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم در واکنش گفته دیگر وقت آن رسیده که ایران نازنین زاغری را هم آزاد کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. لحظه تلخ و شیرین دیدار یک پدر با دخترش. شیرین چون بعد از 3.5 سال دوری فرزندش را در آغوش می‌کشد. تلخ چون هنوز هر دو از وجود همسر و مادر محرومند. نازنین زاغری رتکلیف هنوز در زندان است. ولی اطلاعات سپاه راه را برای خروج دخترش باز گذاشت. ریچارد رتکلیف امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از احساسات مغشوشی میگوید که این خانواده از هم گسیخته با آن دست به گریبان است. من با نازنین تلفنی صحبت کردم. ناراحته چون نمیخواست این اتفاق بیفته. یعنی دخترش از ایران خارج بشه ولی او همچنان در زندان باشه. از طرف دیگه پدر بزرگ و مادر بزرگش هم حالشون خوب نیست، چون دو نفرشون در این سالها او رو بزرگ کردن. ولی دیدن دخترم برای من دلپذیر بود. یه ذره خجالتیه چون خیلی وقت پدرش رو ندیده. نازنین زاغری 5 سال پیش هنگام خروج از ایران بازداشت شد به اتهام جاسوسی، اتهامی که خودش رد می کند. ولی آنگونه که مقام های ایران تلویحاً گفتند، تا بدهی بریتانیا به ایران پرداخت نشود او آزاد نخواهد شد. ماجرا از این قرار است که بریتانیا بابت لغو فروش صدها تانک به ایران در زمان شاه 400 میلیون پوند بدهکار است، علاوه بر بهره این پول.
این نماینده پارلمان بریتانیا از حوزه‌ای که خانواده ردکلیف ساکن آن است میگوید دولت بریتانیا باید این پول را بدهد. این کافی نیست که فقط گابریلا برگشته، باید نازنین هم در کنارشون باشه. من در پارلمان از وزیر مربوطه پرسیدم چرا دولت بریتانیا کار لازم رو انجام نمیده. من با چند سیاستمدار هم دیدار کردم که توی چشمم نگاه کردند و گفتند پرونده نازنین هیچ ربطی به بدهی ما به ایران نداره. اما واقعیت چیز دیگه ایه. ما 400 میلیون پوند به ایران بابت لغو فروش چند صد تانک در خیلی سال پیش بدهکاریم. سپاه پاسداران به نازنین و خانواده‌اش گفته زندانی بودن او به این بدهی ربط داره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم خودش در سازمان ملل گفت اگر ما این بدهی رو بدیم دستمون بازتره. من نمیگم به گروگانگیرها پول بدیم، اما این بدهی قانونی ما به ایرانه. پس به دولت بریتانیا میگم پول ایران رو بدید. در این سالهایی که نازنین زاغری در زندان بوده، اعتصاب قضا کرده، آمد و شد دیگر زندانیان را دیده و همسرش در بریتانیا یک کارزار ممتد ولی با ظرافت را برای آزادی او ادامه داده. از تحصن مقابل سفارت ایران گرفته تا مصاحبه های پی در پی با رسانه ها. او میگوید فعلا خوشبین نیست که همسرش را به این زودی ها ببیند، اما لااقل گابریلا نزد پدر است و میتواند به زودی مدرسه را شروع کند. زندگی برای گابریلا عادی نخواهد شد تا روزی که یا یک دولت بدهیش را بپردازد یا دولتی دیگر انتقام طلبش را از این خانواده نگیرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. واکنش ها به حضور زنان در استادیوم آزادی تهران همچنان ادامه دارد. روز گذشته برای اولین بار در حدود 40 سال اخیر به زنان هم اجازه داده شد در ورزشگاه تماشاگر این بازی باشند. به حدود 3500 زن این مسابقه 14-0 به نفع ایران تمام شد و در پایان آن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به زنان حاضر در ورزشگاه ادای احترام کردند. فائزه هاشمی رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان که در دوران محمود احمدی نژاد تعطیل شد و مبتکر مسابقات دوره‌ای زنان مسلمان بود، حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای یک بازی ملی را گام نخست برآورده شدن مطالبات آنها توصیف کرد. خب خیلی اتفاق خوبیه و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده. البته آدم یه خورده افسوس و حسرت داره، چرا مثلا ما خودمون باید نسبت به مطالبات جامعه و حقوق اولیه و بدیهی زنانمون یا شهروندانمون اینقدر بی‌تفاوت باشیم؟ به محض اینکه فیفا به ما فشار میاره تمام مشکلات حل میشه، مسائل شرعی، مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی، و ما اجازه میدیم خانم‌ها برن توی استادیوم. خب همین کارو میشد قبلا هم کرد، و بدون اینکه حالا ماجرای دختر آبی پیش بیاد، بدون اینکه این همه تلفات و هزینه داشته باشیم، بدون اینکه دختران ما حالا رفتن وارد استادیوم شدن یا جلوی استادیوم ها تجمع کردن به زندان و وزرا و اونجاها پاشون باز نمی شده. یعنی با یه تدبیر و با یک توجه به حقوق اولیه و بدیهی خانوم ها این کار مثلا میتونست انجام بشه و دلیل نداشت اینقدر مانع براش تراشیده بشه. و این حالا خب امیدوارم که ادامه، چون الان این مسابقات ملیه. من زمانی خیلی خوشحال میشم که تو مسابقات باشگاهی و همه مسابقات خانم ها بتونن آزادانه مثل همه تماشاچی ها بتونن حضور پیدا بکنن. چون الان میتونم این سوال رو مطرح بکنم، اگر حضور خانم ها برای مسابقات ملی اشکال نداره، اون مسائل اخلاقی و فرهنگی و ساختار و زیر ساختا و نمیدونم این چیزا رو حل کردین، خب ایرادش برای حضور در مسابقات باشگاهی چیه؟ چرا نمیذاریم دو لیگ ها اینا بتونن شرکت بکنن؟ یعنی بعد این به هر حال مطالبات ادامه پیدا بکنه تا برسه به اونجا، ان شاء الله که به عنوان یه موضوع خیلی عادی و بدیهی انجام بشه دیگه. به نظر من بدیم اعلام این مطالبات ادامه پیدا بکنه، یعنی همین جور که چون اعتقاد دارم که اگر فیفا وارد عمل شده خودش به تنهایی و یا فی‌البداهه وارد نشده که دلش برای زنان ایران سوخته باشه. به خاطر این بود که تقاضا و مطالبات زنان ایران رو دید، دختران ایران رو دید، به هر حال از جاهای مختلف این مطالبه دنبال شد که اون برای آب چه این برای آب فرقی هم نمی کنه. دنبال شد و بالاخره به این نتیجه رسید که باید این کارو بکنه. برای من این مطالبات بعد ادامه پیدا بکنه، یعنی نباید فکر کنیم که حالا چون مسابقات ملی رو رفتیم دیگه مشکل حل شد برای همیشه. صدای فائزه هاشمی رو میشنیدید. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران میگوید صبح امروز یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ هدف دو حمله قرار گرفت اما به خدمه آسیبی نرسید. دختر خردسال نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، بعد از 3.5 سال به لندن برگشت. در ادامه برنامه
پایان دهنده دشمنی دیرین اتیوپی و اریتره برنده نوبل صلح امسال. عملیات ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در خاک سوریه برای سومین روز ادامه دارد. ارتش ترکیه تایید کرد که یکی از سربازانش کشته شده. تا به حال مرگ دست کم 11 غیر نظامی از هر دو طرف گزارش شده. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده اگر کار به فاجعه بکشد، یکی از سراح مداخله نظامی تحریم یا میانجیگری را برخواهد گزید. رئیس اتحادیه اروپا هم به رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده این اتحادیه استفاده از پناهجویان به عنوان سلاح را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. داغ‌ترین نقطه درگیری شهر تل ابیض است. شهری عمدتاً عرب نشین که بخشی از آن در خاک ترکیه افتاده و نامش را آخچه قلعه گذاشتند و بخش دیگرش در سوریه که کردها اسمش را گذاشتند گری سپی، همان تپه سپید یا تل ابیض. ارتش ترکیه و نیروهای سوری تحت فرمانش از شرق و غرب به شهر رخنه کردند. شبه نظامیان کرد همچنان مقاومت می‌کنند. نگرانی از اینکه این جنگ به فاجعه بشری بیانجامد در سطح جهانی مطرح است. دونالد ترامپ که آماج انتقاد به سبب خالی کردن پشت کردها شده، می‌گوید اگر کار به فاجعه بکشد، یکی از سراح مداخله نظامی، تحریم اقتصادی یا میانجیگری را برخواهد گزید. اردوغان دیروز اروپایی ها را تهدید کرد که اگر به اشغالگری متهمش کنند، سیل پناهجویان را به اروپا گسیل خواهد کرد. این هم پاسخ رئیس اتحادیه اروپا. ترکیه باید بفهمد که رفتارش ممکن است به فاجعه بشری دیگری بیانجامد. ما نمیپذیریم که از پناهجویان به عنوان سلاحی برای تهدید ما استفاده کنند. دبیر کل سازمان ملل هم هشدار اردوغان را ناقض تعهداتش دانست. در نامی که از دولت ترکیه دریافت کردم نوشته شده که هر گونه جابجایی پناهجویان با رعایت ایمنی و احترام آنان و به خواست خودشان خواهد بود. این تنها چیزیه که میتونم بگم. با این عملیات که چشمه صلح نام گرفته، ترکیه هیچگاه اینچنین به اوج نقطه اختلاف خود با غرب نرسیده بود. مهرداد فرهمند، BBC. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه با ما هستند. آقایی چه فکر میکنید در سومین روز عملیات وضعیت فعلی رو؟ خب در سومین روز عملیات نظامی ارتش ترکیه ما تداوم حملات توپخانه و حملات هوایی ارتش ترکیه رو شاهد بودیم، ولی یک تحول مهم این هستش که نیروهای زمینی ارتش ترکیه و اون 14,000 نیروی ارتش آزاد سوریه اینها پیشروی داشتن به طور مشخص در حد فاصله بین تل ابیض و رأس العین که یک باریکی هستش به طول 120 کیلومتر. گفته شد نقاد ترکیه گفتن که من روستای تل حلف رو تونستن که نیروهای ارتش آزاد اینو آزاد بکنن در دست نیروهای YPG و به نظر میرسه که در مرحله اول عملیات نظامی ترکیه داره تلاش میکنه ارتش ترکیه که اون نقاطی که مشخصا تل ابیض و رأس العین از همون نقاطی که ارتش آمریکا نیروهای خودش رو عقب کشید اینا رو تحت تصرف خودش در بیاره. بعد به گمان من یک ارزیابی خواهند کرد واکنش ها رو، در واقع واکنش های بین المللی رو و بعد میزان مقاومت کردها رو و بعد به نظر میرسه که در مرحله دوم بخوام پیشروی بکنه. من حدس میزنم که ترکیه سعی میکنه که حالا جدای از این هدفش که بخواد اون 2.5 میلیون نفر رو تو منطقه حائله مورد دلخواه خودش به عمق 30 کیلومتر اسکان بده، یه چیزی شبیه اون پست‌های دیدبانی که در اقلیم کردستان عراق در شمال عراق ایجاد کرده، حدود 20 پست دیدبانی دارن و 3000 نیروی نظامی ترکیه هم اونجا هستن، یه چیزی شبیه اون رو برن به وجود بیاره. ولی خب همه اینا بستگی به این داره که واقعا ترامپ و دیگر قدرت‌ها در برابر این پیشروی بخوان حالا واکنش نشون بدن. چقدر دقیقاً سوال منم هم
همین بود. چقدر واقعا صحبت‌های آقای ترامپ میتونه تهدیدی تلقی بشه برای ترکیه؟ ببینید، در همونطور که در گزارش آقای فرهمند هم اشاره شد، توی این توییتی رو دیروز آقای ترامپ دادن، گفتن که ما سه گزینه داریم: یا اینکه سرباز بفرستیم بخوایم نظامی پیروز بشیم، یا اینکه بخوایم تحریم بکنیم ترکیه رو، یا اینکه بخوایم میانجیگری کنیم بین ترکیه و کردها. به نظر میرسه گزینه ترامپ این هستش که یک میانجیگری بین ترکیه و کردها به وجود بیاره، که خیلی به نظر منطقی نمیرسه در این شرایط جنگی. و ولی این نکته که اینجا وجود داره، دیروز شورای امنیت جلسه‌ای رو تشکیل داد و جالب بود که این جلسه بدون هیچ بیانیه‌ای، بدون هیچ اقدام خاصی تموم کار خودش پایان داد و فقط در حد محکومیت و ابراز نگرانی قدرت‌ها بودش نسبت به عملیات ترکیه. دقایق پیش من دیدم که آقای مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که باید متوقف بکنه ترکیه عملیاتش رو، ولی خب همین واکنش‌هایی که ما نمی‌بینیم از طرف قدرت‌ها، این شک و شبهه رو که در ذهن تداعی کرده بود تقویت می‌کنه که ترکیه احتمالاً با توافق نسبی آمریکا و روسیه اومده بود دست به این اقدام زده، و به نظر میرسه که تا یه حدی این چراغ سبز داده شده، ولی اینکه این حد کجاست فعلا معلوم نیست. متشکرم از شما حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل از ازمیر ترکیه. فیفا دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را به خاطر سرپوش گذاشتن بر سوء استفاده جنسی از بازیکنان زن به مدت 5 سال محروم کرد. علیرضا آقازاده متهم شده جلوی سوء استفاده های جنسی متعدد کریم الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، را در سالهای 2013 تا 2018 نگرفته و آنها را گزارش هم نکرده. فدراسیون جهانی فوتبال آقای کریم را از 4 ماه پیش به صورت مادام العمر از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال ملی و بین المللی محروم کرده. آقای آقازاده هم 10,000 فرانک سوئیس جریمه شده. امروز روز جهانی دختر نامگذاری شده. سازمان ملل این روز را برای حمایت از حقوق دختران روز دختر نام گذاشته، اقدامی که برای آگاهی بیشتر از برابری جنسیتی صورت می‌گیرد. این موضوع در افغانستان بعد از حکومت طالبان بیشتر مورد توجه قرار گرفته. خبرنگار ما علی حسینی گزارشی دارد درباره نگاه بعضی از والدین افغان به داشتن دختر. او به دیدن خانواده‌هایی رفته که یکی تنها 7 پسر دارد و دیگری 6 دختر. نوزاد دختر است یا پسر، فرقی نمی کند، هرچه داد خدا باشد. برخی افغانها این گونه به تولد فرزندشان واکنش نشان می دهند. برای شماری اما پسر مهمتر است، به ویژه اگر چند دختر داشته باشند. به همین خاطر پرستاران زایشگاه ملالهی در کابل به تجربه دریافتند که چگونه به مادری که چند دختر دارد خبر تولد یک دختر دیگر را بدهند. زکیه سروری 20 سال است که صدای گریه تولد نوزادان را در اینجا می شنود. می گوید به مادرانی که سخت مشتاق داشتن پسر هستند ولی نوزادشان دختر است، قبل از گفتن خبر جنسیت طفل، آنها را از نظر عاطفی تقویت می کنیم و دلداری می دهیم. به ویژه آنهایی که سونوگرافی نرفته باشند و از قبل خبر نداشته باشند. مواردی رخ داده که مادر پس از وضع حمل نوزاد دختر را قبول نکرده و گفته فرزند من پسر است، نه دختر. گاهی شنیدن خبر طفلت دختر است، برای مادر گران تمام می شود، به ویژه آنهایی که نگران حرف خانواده شوهر هستند. زمان که همی جنسیت طفل خود می بینه که دختر است، اونمو دیگه باعث از این می شه که مادر جوریش بند می مانه و دیگه خونریزی پیدا می کنه، حتی همون حالت جسمی خود مادر رو به خرابی می ره. در این بخش در حال حاضر از 15 نوزادی که تازه به دنیا آمدند نگهداری می شه. طبیعی به نظر میرسه که بسیاری از مادران این نوزادان اشتیاق خیلی زیادی دارند که هر چه زودتر نوزادشان را به خانه ببرند. اما تک و توک مواردی هم دیده شده که مادری فرزندش را در همین بخش رها کرده. نوزاد دختر بوده. عبدالوهاب اخپلواک و پسرانش. دوستانش میگویند خوش به حالش، ماشالله 7 پسر دارد. از جمله 2 دوگانگی. دو قلو. خود آقای اخپلواک اما کمبود بزرگی را در خانوادهش احساس می کند. نبود دختر.
میگوید دختر نعمت است. ما بعض وقتا امی کمی را احساس میکنیم که کاشکی یک دختر میداشتیم. از اینه حمدالله ارباب و دخترانش 6 دختر. در همان ابتدای گفتگو گفت دختر نصف زندگی است. این صفحه کمپین فیسبوکی آقای ارباب است برای حمایت از دختران. شعارش است خوشبخت هستم که دختر دارم. دنبال کننده های صفحه با دخترانشان عکس گرفتند و نوشتند که پدرها عاشق دخترانشان هستند. آیسکریم مخلوق چیپس. حرف اصلی آقای ارباب توجه به حقوق دختران است. از جمله حق تعلیم و تحصیل. پدری که قبل از ازدواج آرزو داشت نوزادش دختر باشد. حتی قبل از عروسی لباس دخترانه خریده بودم. در جامعه افغانستان افرادی مثل حمدالله ارباب کم هستند. شاید هم خیلی کم. مسائل فرهنگی و اقتصادی سبب شده شماری از والدین از جمله پدرها وقتی میپرسند طفل دختر است یا پسر، دوست دارند بشنوند پسر است. پسر. علی حسینی، BBC کابل. جایزه نوبل امسال، نوبل صلح امسال به آبی احمد نخست وزیر اتیوپی تعلق گرفت. به گفته آکادمی نوبل، آقای احمد این جایزه را به خاطر تلاش برای پایان دادن به مناقشه مرزی با کشور همسایه اریتره برده. دو کشور 20 سال پیش درگیر جنگ مرزی شدند و از آن پس با هم دشمن بودند، تا اینکه آبی احمد پارسال به نخست وزیری رسید و برای پایان دادن به دشمنی ها تلاش کرد. البته منتقدانش میگویند او برای حل تنش های قوی در خود اتیوپی تلاش زیادی نکرده. مهدی بیگی گزارش میدهد. آبی احمد علی برنده 100th جایزه نوبل صلح. آقای علی 43 ساله حدود 1.5 سال پیش نخست وزیر اتیوپی شد. با برنامه هایی برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، حقوق مدنی و عدالت اجتماعی. قبل از نخست وزیری افسر اطلاعاتی ارتش بود و مدتی هم نماینده مجلس. زمان زیادی از دوران صدارتش نمی گذرد، اما کمیته نوبل صلح می گوید دستاوردهای زیادی داشته. او 100 روز اول نخست وزیریش را صرف برداشتن حالت فوق‌العاده، آزادی هزاران زندانی سیاسی، پایان سانسور رسانه‌ها، قانونی کردن گروه‌های شورشی مخالف، اخراج رهبران نظامی و مدنی مظنون به فساد و به ویژه افزایش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی اتیوپی کرده. اما بزرگترین دستاورد آقای علی موفقیت او در امضای توافقنامه صلح با کشور همسایه اریتره است. اریتره 26 سال پیش از اتیوپی مستقل شد. اما دو کشور همچنان بر سر قلمرو مرزی مشکل داشتند. تنش‌ها بالاخره بالا گرفت و دیگ جنگ در سال 1998 برای 2 سال پیاپی جوشید. جنگی که حدود 100,000 کشته و بیش از 500,000 آواره به جا گذاشت. اما سرانجام پارسال و مدتی بعد از نخست وزیری آقای علی، رهبران دو کشور در اریتره توافقنامه صلح امضا کردند. زمانی که صلح میان اتیوپی و اریتره برقرار شود، شاخ آفریقا منطقه‌ای صلح‌آمیز و پیشرفته خواهد بود. مردمی که زندگیشان به خاطر آوارگی از هم پاشیده، با عزت به کشورشان باز می‌گردند. اتیوپی با بیش از 100,000,000 نفر جمعیت قدیمی ترین کشور مستقل قاره آفریقاست. اقدامات آقای علی برای برقراری صلح با اریتره و همینطور اصلاحات سیاسی، اجتماعی و مبارزه با فساد باعث محبوبیت او در میان مردم و از جمله جوانان شد. اتیوپی بیش از 80 قوم مختلف دارد و منتقدان آقای علی میگویند او در ارتباط با تنش‌های قومی داخل کشور کار زیادی نکرده. قرار است حدود 1 ماه دیگر جایزه 900,000 دلاری نوبل صلح به آقای علی اهدا شود. مهدی بیگی، BBC. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هستید.